این هفته تشخیص زود هنگام علائم زوال عقل، دادن اثر انگشت به بانک‌ها و مردی که از اسکیت‌بورد می‌افته. اینم از اون چیزایی که همیشه سرش دعواست. ملت یا عاشقشن یا ازش بیزارن. اونم بستگی به این داره که خودشون سوارش میشن یا از نزدیک برخوردی باش داشتند یا نه. موتور این اسکوترها برقیه و این برقی بودن یه خاصیتی داره که خیلی از مردم نمیدونند. در بریتانیا تردد اینها هم در خیابونهای عمومی غیر مجازه و هم در پیاده روها. با این حال مشتریشون روز به روز بیشتر میشه. بعضی شرکت ها از اینا اجاره میکنن تا توی ملک های خصوصی ازشون استفاده کنن. مثل اینجا پارک المپیک ملکه الیزابت در لندن. البته همینجا هم سرعتشون محدوده و نمیتونن از محوطه‌ای که تعیین شده خارج بشن. ولی قانون جاهای مختلف دنیا خیلی فرق میکنه. با این ای اسکوترها میشه تا 50 کیلومتر بر ساعت بلکه بیشتر سرعت گرفت. خیلی باحاله. ولی از اون ور اگه وارد نباشه خطرناکم است. چند وقت پیش امیلی هارتریچ که مجری تلویزیون بود سوار یکی از همین ای اسکوترها تصادف کرد و مرد. این اولین تصادف مرگبار اسکوتر برقی در بریتانیا بود، ولی موارد مشابه جاهای دیگه اروپا هم بوده. در فرانسه در 4 ماه گذشته 3 نفر در تصادف اسکوتر برقی کشته شدند. حتی در لس آنجلس که اسکوتر برقی قانونی هم تلفات بوده. خلاصه اینکه وسایل نقلیه برقی هم از اسکوتر برقی، اسکیت برقی، روراک برقی، سگوی، تکچرخ، چه میدونم همین جور چیزها کلی بس و ابهام قانونی ایجاد کردند. در یکی از شلوغ‌ترین تقاطع‌های لندن پلیس راهنمایی رانندگی دنبال اسکوترهای برقی می‌گرد. اسکوتر برقی هم به محیط زیست آسیب نمی‌زنه، هم روندنش راحته. در نتیجه به سرعت پرطرفدار شده و داره ترکیب ترافیک شهرهای بزرگ دنیا رو عوض می‌کنه. با این حال همونطور که قبلا گفتیم خیلی از مردم نمی‌دونن تردد در خیابون با همون اسکوتر برقی که راحت از هر مغازه‌ای میشه خرید غیر قانونیه. اون وبسایتی که این رو ازش خریدم باید به من میگفت روندم باهاش ممنوعه. عملا 500 پوند ریختم دور. مشکل اینجاست که این اسکوترها چون موتور برقی دارن جز به وسایل نقلیه موتوری محسوب میشن. در نتیجه اجازه ندارن برن توی پیاده رو یا خط دوچرخه. از طرفی اگه بخوام برن توی خیابون هم بیمه و گواهینامه و مالیات و اینجور چیزا لازم دارن که فعلا برای وسایل نقلیه برقی سبک موجود نیست. حالا اگه باهاش بری توی خیابون چی میشه؟ در بریتانیا 6 نمره منفی روی گواهینامه‌ت میاد و تا سقف 300 پوند هم جریمه میشی. افراد متخلف رو نگه میداریم که بهشون یادآوری کنیم نمیتونن با این وسیله بیان توی خیابون. اخیراً یک کم پایین‌تر توی خیابون رزبری اسکوتر برقی و اسکوتر 105 سی سی تصادف کردن. به نظرم همین موارد نشون میده که از این وسیله نباید بیرون استفاده بشه یا فقط در ملک خصوصی باید ازش استفاده بشه. اما برخی از جاهای قانون بریتانیا ابهاماتی داره. قانون میگه که وسایل نقلیه تک نفری موتوری حق ندارن در خیابون و پیاده رو و خط دوچرخه تردد کنند. اما در دسته‌های مختلف که ذکر کردن هیچ اسمی از اسکیت بورد برقی نیست و همین برای بعضی مایه دردسر شده. مثلا این آقا که وقتی میرفت سر کار پلیس جلوشو گرفت و اخطار کتبی بهش داد. بختیارش بود که جریمه نشد. صرفا بهش تذکر دادن که با اسکیت برقی نمیتونه توی خیابون تردد کنه. همه اطلاعات موجود میگه اینها ممنوع نیست. یعنی اسکیت بورد برقی در محدوده خاکستری است. قانون مشخصه که ترددش را منع کنن نداریم. ولی امروز پلیس جلو من را گرفت. من تعجب کردم. یعنی چی؟ من این همه پول دادم، این را خریدم. تقریبا 5 ماه است که با این میرم و میایم. هیچ مشکل نبوده، نه تصادف نه چیزه. بعد از فردا یا از همین روز عصر دیگه حق ندارم سوار شوم.
قطعاً مردم در مورد اسکیت‌های برقی و وسایل نقلیه جدید سوال خواهند کرد. ما متوجهیم که موج در لندن راه افتاده و مردم از اینها خریدن بدون اینکه برشان گفته بشه که با این وسیله نقلیه نمیشه در پیاده رو یا خیابان رفت. در نتیجه ما ناچار شدیم تعدادی را جریمه کنیم و تعداد اسکوتر برقی را توقیف کنیم. ولی هدف ما بیش و پیش از هر چیز آموزش شهروندان است. می‌خواهیم این پیام به گوش همه برسه که با این وسیله نقلیه نه در خیابان، نه در پیاده رو و نه در خطوط ویژه دوچرخه نمیشه تردد کرد. مسئله محدودیت وسایل نقلیه برقی فقط مختص بریتانیا نیست. در پاریس هم مقامات مسئول قوانین سفت و سختی گذاشتند. از چند هفته دیگه حد اکثر سرعت مجاز برای این اسکوترها 20 کیلومتر بر ساعت خواهد بود و هر کس باهاش در پیاده رو بره 135 یورو جریمه میشه. حتی برای پارک کردنش در جایی که مزاحمت ایجاد کنه هم 35 یورو جریمه در نظر گرفتند. طبعاً عشاق اسکوتر برقی از اعمال این محدودیت‌ها ناراحت میشن. همکارم عمر مهتاب رفته به فرانسه تا ببینه که نظر طرفداران اسکیت برقی که از سراسر دنیا به پاریس اومدند درباره این محدودیت‌ها چیه. تعدادشون خیلی زیاده. هر جا رو نگاه میکنی اسکیت میبینی. بعضیشون تا 80 کیلومتر بر ساعت میرن. واقعا نمیفهمم چرا باید اینقدر تون بری. یکی ممکنه سوارشه بره سر کار یا بره خرید. همین کارهای عادی روزانه. کلن روش بهتریه برای این بر اون بر رفتن. آرزو ما اینه که خودرو تو خیابون نباشه. دیگه آلودگی هوا نداشته باشیم. و میخوایم اینا رو جایگزین خودرو کنیم. آینده همینه. اما مقررات در جاهای مختلف دنیا داره سفت و سخت‌تر میشه. حد اکثر سرعت مجاز اسکوتر و اسکیت برقی را 20 کیلومتر در ساعت گذاشتن. فکر کن خیلی کمه. برای اینکه شهر خط دوچرخه درست حسابی نداره. مثلا در پاریس خیلی از خیابان‌ها خط دوچرخه ندارن. حالا فکر کن با سرعت 20 کیلومتر در ساعت بخوای تو این خیابان‌ها بری. این چند تا میره؟ 80 تا؟ آره. نمی‌خوام حرف بد بزنم ولی آخه 80 کیلومتر در ساعت زیاده واقعا. ولی خب باید تجهیزات ایمنی کاملی داشته باشی. بعدم تو خیابونایی بری که خودرو نباشه و خلاصه رعایت کنی. به عنوان مثال ملبورن از شهرهای خیلی بزرگ استرالیا است. یه پلیس هم با اون گروه اسکیت باز هست. باهاشون میره این ور اون ور و هیچ مشکلی پیش نمیاد. میگه اگه شهروند مسئولی باشی، درست رفتار کنی، تجهیزات ایمنی داشته باشی، مشکلی ایجاد نمیشه. کسی کاری نداره. ایمنی هم داری. همه راضی هم. سوال اینه که این وسایل نقلیه چقدر مطمئنه؟ روندنش نباید خیلی سخت باشه. اینجوری میری؟ I'm doing that. همونطور که میبینید اونقدر هم آسون نیست. حتی برای کسایی که این کار هستن هم آسون نیست. مسئله در نهایت همینه. هر کی بخواد میتونه یکی بگیره سوار شه. نه گواهینامه میخواد نه بیمه. و این سوال پیش میاد که آیا با این شرایط توی خیابون یا پیاده رو رفتن درسته؟ نباید قبلش آموزشی چیزی باشه یا حداقل یه برگه‌ای دست آدم باشه که بگه بله من بلدم سوار این بشم. برای اینکه در غیر این صورت هر لحظه ممکنه بزنی به کسی یا چیزی. وقتی برگشتیم بریتانیا با وزارت ترابری تماس گرفتن. اونها گفتن دارن بررسی میکنن ببینن چجوری میشه ترتیبی داد که تردد این وسایل نقلیه برقی در خیابونها میسر بشه. ولی تا به نتیجه برسن فعلا بردن اینا تو خیابون ممنوعه. ایشون مایکله. اولین بار مایکل اسکیت برقی رو به من نشون داد. خودش از اسکیت بازای قهاره. خودت بهتر میدونی که اینا رو نمیشه تو خیابون یا پیاده رو برد. نظرت در مورد این ممنوعیت چیه؟ راستش به نظرم غلط نیست. به هر حال این وسیله موتور داره و چون بیمه و گواهینامه برای اینها نداریم نمیشه باهاش بریم تو خیابون. مشکل اینجاست که قانونی در این مورد تدوین نشده. در نتیجه نمیتونیم بیمه یا گواهینامه بگیریم و با این سرعتی که این اسکیت ها داره زیاد میشه باید حتما قانون و مقرراتی وضع بشه که بتونیم بیمه بگیریم. قضیه این نیست که نمیخوایم بگیریم. نمیتونیم. اگه جوری باشه که ما هم بتونیم قانونی سوار شیم و مثل بقیه از خیابون استفاده کنیم، هزینه‌اش هر چی که هست اگه قانونی باشه به نظر من میارزه انجام شه. مرسی مایکل، لطف کردی. خوشبختانه اینجا ملک بی بی سیه و خصوصیه. در نتیجه ما رفتیم. این
هفته حساب کاربری خود جک دورسی مدیر عامل توییتر هک شد. این حساب که بیش از 4 میلیون دنبال کننده داره حدود 15 دقیقه توییت‌های نجات پرستانه منتشر کرد. پیپل حسابی رو که از اون در آمریکا برای جمع‌آوری کمک مالی به کوکلوس کلان استفاده می‌شد، معلق کرد. و فیسبوک گفته که پنهان کردن لایک‌ها رو پس از آزمایش مشابهی در اینستاگرام آزمایش می‌کنه. ممکن کارآمدترین روش برای ارسال نامه نباشه، اما ریچارد براونینگ، یک مخترع بریتانیایی، 85 سال پس از شکست ایده پست موشکی، نامه ای رو با جلیقه موتور جت از بریتانیا به جزیره آیل آو وایت رسونده. کارآفرین آلمانی گرهارد زوکر در سال 1934 سعی کرده بود نامه ای رو با موشک به این جزیره بفرسته. پژوهشگران MIT نخ روباتیک جدیدی اختراع کردن که میتونه به درمان لخته خون بیماران سکته مغزی کمک کنه. به جای روش دستی فعلی، این نخ از طریق رگ‌های خونی توسط آهنربا هدایت میشه. این روش که هم برای بیماران و هم جراحان امن‌تره، ممکنه در آینده حتی از راه دور هم قابل انجام باشه. و در پایان یک ارکستر رباتی لگو. سام باتل، مجری و برنامه نویس، 3000 ساعت وقت صرف کرد تا با سرهم کردن 30 تا آیپد و 10 ها اسباب بازی دیگه تم اصلی جنگ ستارگان رو بازآفرینی کنه. حالا میخوام درباره پول حرف بزنم، یا بهتر بگم درباره کارت بانکی. آخرین بار که یک فناوری جدید به کارت بانکی اومد 10 سال پیش بود. صحبت از NFC یا ارتباط میدان نزدیکه. با این روش دیگه لازم نبود که من رمز بزنم، کارتم رو به دستگاه میچسبوندم، پول ازش کم میشد. اما این روش مشکلات خودش رو داره، به خاطر اینکه اگه مثلا من کارتم رو گم کنم، هر کسی میتونه این کارت رو از زمین برداره، بزنه به دستگاه و پول کم کنه. برای اینکه جلوی ضرر زیاد رو بگیرن، یک سقف پرداختی گذاشتن که تا 30 پوند در بریتانیا یا معادل ارزش، در جای دیگه دنیا ممکنه فرق بکنه. اما اگر روش جدیدی که میخوایم ببینیم همه گیر بشه و به کارت‌های بانکی بیاد، این سقف افزایش پیدا می‌کنه. گزارش دن سیمونز رو ببینیم از اولین کارت بانکی در بریتانیا که اثر انگشت رو تشخیص میده. در عالم پول در حال حاضر لحظه مهمیه. دو بانک نت‌وست و RBS دارن این محصول جدید رو آزمایش می‌کنن. البته در عمل از این کوچکتر خواهد بود. و اگر درست کار کنه، می‌تونه جلوی سوء استفاده رو بگیره. چیزی که از نظرات مشتری ها فهمیدم اینی که دوست دارن کارشون آسون تر بشه، یعنی مثلا مجبور نباشن رمز کارتشون رو حفظ کنن، یا از نظر ایمنی وقتی میخوان در خود پرداز پول بگیرن نگران نباشن که یکی ممکنه از پشت سر نگاه کنه و رمزشون رو ببینه. اگه یکی تصویر از اثر انگشتم داشته باشه چی؟ نمیشه، CSI نیست، اونجوری کار نمیکنه. صحیح. اگه از انگشتم عکس بگیره چی؟ اگه بگم سلام عکس بگیره چی؟ فایده نداره، بازم کار نمیکنه. روی شیشه چی؟ مثل پلیس که از محل حادثه مدرک جمع میکنه با اون پودرا. خیلی. اون هم کار نمیکنه. شرمنده، هیجان برنامه‌تون از بین بردن. اگه یه اشتباهی بشه و من بفهمم یکی از حساب من پول برداشته که نباید برمی‌داشته، پولم رو پس میدین؟ همیشه میتونی زنگ بزنی کارتتون رو ببندین. یعنی آره یا نه؟ ما همیشه این گونه موارد رو مورد به مورد بررسی میکنیم. خب بالاخره رسید. هم کارت رو دارم، هم یه چیزی شبیه کارت خان. این جعبه کوچک سیاه لازمه که باهاش اثر انگشت شستم رو روی دستگاهی که اثر انگشت رو میخونه ثبت کنم. قرار شده 3 ماه از این کارت استفاده کنم. کارت خان یه باتری کوچک داره که برای شارژ کردن کارت کافیه. بعد از اینکه شست من رو از 5 زاویه دید، بالاخره رضایت داد که اثر انگشتم رو ثبت کنه. البته سامانهای پرداخت گوگل و اپل پی که روی خیلی از گوشی‌ها هست و به کارت بانک یا کارت اعتباری وصله، هم یه روش ایمنسازی پرداخت بیومتریک شبیه این دارن. منتها گوشی هم بزرگتر از کارت، هم به مراتب گرونتره و مدام باید شارژ بشه. ولی ضخامت این کارت با کارت بانک عادی فرق قابل ملاحظه‌ای نداره. اگه بازش کنین معلومه توش چه خبره. سمت راست اثر انگشت خوان داره. توش باتری نداره. به جاش یه حلقه رسانا داره که با قرمز مشخص شده، که مثل یه آنتن کار میکنه و کارت به کمک اون از ترمینال کارت برق میگیره.
اون 6 تا نقطه بالا سامانه برنامه نویسیه و اینجا در میکروکنترلره که اثر انگشت ذخیره و تایید میشه. همه اینها روی خود کارته. در نتیجه داده های بیومتریکمون هیچ وقت از دستمون خارج نمیشه. یه قهوه لطفاً. از نظر راحتی با کارت‌های معمولی فعلی فرق چندانی نداره، جز اینکه باید شستت رو یا هر انگشت دیگه که ثبت کردین رو بذارین روی جعبه طلایی که وقتی می‌خواین پول رو پرداخت کنین به فهم خودتونین. چراغ سبز که چشمک می‌زنه یعنی همه چی درسته و کارت هم نیفتاده دستی تهیه کننده حق باز دغل. خاصیت دیگه این کارت سقف خریدشه. در حالت عادی سقف پرداخت کانتکتلس یا بدون رم 30 پونده، ولی با این به خاطر اینکه امنیتش بیشتره میشه تا 100 پوند خرج کرد. شنیدم وقتی به استفاده عمومی برسه کلن محدودیتش برداشته میشه. اونجوری میشه پول خرید هفتگی و یه باک بنزین یا حتی یه دوچرخه رو بدون نیاز به رمز داد. با تمام این تفاصیل آیا کارت مطمئنه؟ باید از شرکت گمالتو که پشت این فناوری پرسید. حسگری که استفاده میکنیم دینامیکه، یعنی هر بار که اثر انگشت شما رو میخونه باید 98 تا 99% با اثر انگشتی که از شما داشته بخونه. اگه یه تغییر جزئی ببینه، مثلا یه خراش روی انگشتتون افتاده باشه، اون خراش رو در نظر میگیره که دفعه بعد بدون اونجاست. ولی اگه یکی اثر انگشت شبیه یکی دیگه باشه میتونه وارد سامانه بشه؟ نه به هیچ وجه. اون تغییر جزئی که گفتم خیلی کوچیکه. اثر انگشت هیچ دو نفری نمیتونه اونقدر کم فرق کنه. این فناوری میتونه بزرگترین تحول کارت‌های بانکی در یک دهه اخیر باشه، البته اگه بانک‌ها ازش حمایت کنن. مشتری خیلی برخورد مثبتی داشتن. کل هدف برنامه آزمایشی هم همین بود. اونایی که آزمایشی از کارت استفاده کردن از ظاهر و حس کارت خیلی راضی بودن، به خصوص چراغ سبزش که روشن میشه از اون خیلی خوششون اومده بود. نکته دیگه که متوجه شدیم این بود که فناوری فروشگاه ها باید روزآمد بشه که بتونه تایید بیومتریک انجام بده. فکر این نکته رو نکرده بودیم و خوب بود که در دوره آزمایشی متوجهش شدیم. حدوداً 850 هزار نفر در بریتانیا به بیماری زوال عقل مبتلا هستند. از نشانه‌های اولیه این بیماری فراموشیه، اما آگاهی از موقعیت، قوه درک و همینطور توانایی خواندن به خاطر این بیماری آسیب می‌بینه. لارا لینگتون رفته به سراغ فناوری‌هایی که کمک می‌کنند به درک بهتر این عارضه. کسانی که پدر یا مادرشون زوال عقل لب پیشانی داشتن به احتمال 50% به همین بیماری مبتلا میشن. اما نتایج یک پژوهش جدید با تبدیل تحلیل فعالیت مغزی در قالب بازی روزنه امیدی برای کسانی که ریسک بالای ابتلا دارن باز کرده. هرچه تشخیص زودتر انجام بشه، زودتر میشه درمان رو آغاز کرد. تشخیص زود هنگام زوال عقل خیلی مهمه. برای اینکه به مرور داریم میفهمیم که موقعی که مردم متوجه نشانه های زوال عقل میشن، احتمالاً دیگه تغییرات خیلی گسترده‌ای در مغز رخ داده. این اپلیکیشن برای آدم‌های 30-40 ساله طراحی شده. باهاش میشه نشانه‌های بالقوه زوال عقل رو در همون مراحل اولیه تشخیص داد. راستش وقتی می‌خواستم آزمایشش کنم یکم نگران بودم. گفتم نکنه بفهمم یه مشکلی دارم. منتها به نظر میرسه چون هنوز در مراحل خیلی ابتدایی آزمایشه، صرفاً داده‌های بدون اسم تحویل میده. یعنی جوابی رو که فکر می‌کردم ممکنه بگیرم نمیده. یه سری پرسشه که باید پاسخ بدین. نگاه میکنه ببینه درست پاسخ میدین یا نه و هر کدوم رو در چه زمانی پاسخ میدین و یا هر بخش رو در زمان مقرر تموم میکنین یا نه و بر این مبنا تصمیم میگیره که در مراحل اولیه زوال عقل هستید یا نه. روی هم 18 بازی مختلفه که کارکردهای مختلف قوه تعقل رو میسنجن. ممکنه کارکرد اجرایی باشه یا کارکرد اجتماعی یا درک موقعیت یا زبان یا حساب. بنابراین اینطوری طراحی شده که هر کدوم به نحوی بخش‌های مختلف مغز رو امتحان می‌کنه. به جز این فواید دم دستی دیگه هم داره، مثلا اینکه زمان بندی و دقت مردم و نحوه جواب دادنشون رو می‌سنجه. و چون سنجش عملکردشون در آزمون به مراتب حساس‌تر و دقیق‌تر از آزمون کاغذیه، میشه امیدوار بود که به درمان بعضی مسائل کمک کنه. این بخشی از یک تحقیق یک ساله است. شرکت کنندگان 3 ماه یک بار در آزمون شرکت می‌کنند. اول و آخر دوره هم یه آزمون کتبی میدن.
20% شرکت کننده ها نشانه هایی از دمانس دارن. بقیه کسانی هستند که 50% احتمال داره در آینده دچار دمانس لب پیشانی بشن. اگه موفق بشیم همین کار رو برای عموم مردم انجام بدیم، پزشکای عمومی هم میتونن از نتیجه این کار استفاده کنن. البته بسیار بسیار مهمه که این کار به موازات مشاوره ژنتیک و با در نظر گرفتن پیامدهای تشخیص انجام بشه. من واقعا امیدوارم که اپلیکیشن ایگنایت به کسانی که دمانس لب پیشانی دارن کمک کنه تغییرات جزئی قوه تعقل رو که در مراحل اولیه بیماری رخ میده تشخیص بدن. کل این پروژه بخشی از یک تحقیق گسترده تره برای اندازه‌گیری تأثیر داروها و شیوه های درمانی نوین که ببینیم آیا این داروها و شیوه ها روی عملکرد فرد در این آزمون ها اثر مثبت داره یا نه. واضحه در چنین بیماری هایی فقط فرد مبتلا نیست که آسیب میبینه. نزدیکان اون فرد هم دوران سخت و طاقت فرسایی پشت سر میذارن. تصور این که چی بر اونها میگذره آسون نیست. این تجربه VR دقیقاً به همین منظور طراحی شده. برای اینکه بتونین خودتون رو جای کسی که دمانس داره بذارین که همدلیتون با شخص عزیزی که این مشکل رو داره بیشتر بشه. یا دست کم خود آرزه رو بهتر بشناسین. دخترم داره با هم حرف میزنه ولی این صدا میگه من نمیتونم صداشو بشنوم. احساس دوری میکنم ازش. نمیفهمم این حالت آمدن در این تجربه گنجونده شده یا چون آدم واقعی نیست و توی VR اینجوریم. چرا همش پای تلفنه؟ درست به من توجه نمیکنه. در مورد من حرف میزنه؟ فکر کنم داره نشون میده با کسی که دمانس داره چجوری رفتار نکنین. یا خدا، ظاهرا من درست نفهمیدم چی میگه و حالا میخوام برم خونه. اینجا احساس امنیت نمیکنم. قطعا در آدم واکنش ایجاد میکنه. احساس خستگی و گیجی و استراب میکردم. راستش یه مقدار از برخورد دخترم هم ناراحت شدم. فکر میکنم چیزهای زیادی در این تجربه هست که باید بهش فکر کرد. ولی فکر میکنم لازمه آدم با کسی صحبت کنه که بیشتر در این مورد میدونه. تیم سالها با بیماران زوال عقلی سر و کار داشته و بهتر از هر کس مشکلات روزانه و اهمیت برخورد محتاطانه و با ملاحظه با این افراد رو میدونه. I'll just pop this kettle on the hob. It won't be long now. They can see the steam. What's that noise? دمانس فقط فراموشی نیست. ممکنه دریافت و درک شخص هم مختل بشه. این اپلیکیشن VR برای همینه که یک سیر مشخص از وقایع رو نشون بده. مثلا چای درست کردن یا قرص خوردن. اگه اتاق‌ها رو نگاه کنید، کف بعضیا برق میزنه و اگه درک شما مشکل داشته باشه، ممکنه فکر کنین زمین خیسه. یا وقتی فرش رو نگاه میکنید، ممکنه تصور کنین نقش و نگارها کف زمین حرکت میکنن. اون صحنه که ما در نقش اون مرد با دخترش توی کافه بودیم میگفت زمان رو تشخیص نمیده. مرد فکر کرد نهار خورده داره میره خونه. بعد دخترش مشغول تلفن شد و به مرد توجه نمیکرد. بعدم که جوری در موردش حرف میزد انگار خودش اونجا نیست. این برخورد غلطه. باید با اون شخص و در کنار اون شخص باشی. اون آدم اونجاست. یه آدم کامله. باید آدم رو ببینی نه دمانس رو. فکر میکنم اون صحنه تجربه رو خیلی واقعی کرد. ولی از همه مهمتر نشون میداد چه کارهایی نباید کرد. آشنا شدن با واقعیت بیماری که اینقدر رایجه میتونه خیلی مفید باشه و هرچند ممکنه دهه ها طول بکشه تا بفهمیم که تشخیص سریع واقعا تأثیری در نتیجه میذاره یا نه. صرف این تحقیق یک گام مثبت در جهت درسته و میتونه برای هزاران نفری که با این بیماری ویرانگر دست به گریبانند امید بخش باشه. دو تا قرمز یا آبی. خب به پایین برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید که برنامه قبلی ما اونجا در دسترسون هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.